یه قهرمانی تاریخی دیگه برای علیرضا فیروزجان، نابغه دنیای شطرنج، در سری مسابقات گشت بزرگ قهرمانان سال 2024. شاید بشه گفت آماده ترین بازیکن این روزهای دنیای شطرنج کسی نیست جز علیرضا فیروزجان نازنین، کسی که در جایی که بزرگان دنیای شطرنج قرار داره، در آوردگاه بزرگان داره بزرگی میکنه و اوج پختگی و صلابت خودش رو روی صفحه شطرنج داره نشون میده. دور هشتم مسابقه سنت لوئیس مقابل یان نپومینیاشی، نپو، کسی که دو بار نایب قهرمان شطرنج جهان شده، بازی داره. البته این مسابقات رو خوب بازی نکرده. علیرضا فیروزجا صدر جدول رو با یک امتیاز اختلاف تسخیر کرده و حالا اگه این بازی رو ببره قهرمان مسابقات هم میشه. بریم ببینیم چه اتفاقی در این بازی افتاده. نپو با حرکت پیاده شاه آغاز میکنه و علیرضا فیروزجا هم با پیاده شاه جواب میده. اسب ها بیرون میان، یه سری اسب دیگه بیرون میاد و اینجا شاهد شروع بازی اسکاتلندی هستیم، چیزی که این گونه تصور میشد که خب نپو این رو بازی کرده، احتمالاً به دنبال مساوی و اینهاست، چون حال روز خوبی رو توی مسابقات نداره، اشتباهات زیادی رو مرتکب شده. فیل به 4 آچمزی اسب میخواد پیاده 4 رو بگیره و اینجا سفید باید خیلی حواسش جمع باشه. تنها حرکتی که به تعادل میرسه اسب در 3-6ه، فیل دی اس نداری چون اسبت زیر ضربه و اوضاع اصلا جالب نیست. این رو حتما با سیاه بازی کنی. اسب در 3-6 به در 3-6، حالا با فیل میاد پیادش رو حمایت میکنه. حالا دی 5 حمله به این مرکز، ای در دی 5 میگه بزن منم قلعه میرم، اما علیرضا جا خالی میده، با یه جا خالی قشنگ قلعه میره، میگه حالا اگه اینو بزنی عزیز من فیلو میذارم جی 4، اف 3 کنی رخ 8 کیش شاه اف 1 و اینجا حتی فیلمو میتونم برگردم ای 6 و شاهد اینجا اصلا اوضاع خوبی رو نداریم، پیادتم میگیرم و سیاه ابتکار عملی بسیار فوق العاده ای رو داره. نپو خب همینا رو بلده، قلعه میره میگه بزن حالا بزن، علیرضا بازم نمیزنه. این 3 در دی 5 فیل جی 5 3 6 لاین اصلیه، مثلا سفید وزیر رو میذاره اف 3، خیلی جاها یه همچین ساختارهایی پیش میاد آخر بازی های این چنینی. حالا یکی از شاخهای اینه، سفید فشار میاره توی آخر بازی، یکی از لاین های اینه، لاین های دیگه هم وجود داره، مثلا وزیر اف 3 یه ضرب و خلاصه. اما علیرضا میاد یه لاین مدرن تایی رو بازی میکنه، حرکت فیل جی 4، میشینه به وزیر و سفید رو دعوت میکنه که اف 3 بازی کنه. حالا اف 3 بازی کنه، فیلش بن، حالا فرق چیه؟ این دیگه پیاده اوضاعش خوب نیست، شاه این توی این قطب ضعیف شده و ساختار سفید به هم میریزه. معمولا در سطح یک شطرنج جهان یه همچین لاینی بازی میشه، معمولا سفید دوتا پیاده رو پس میده و سیاه هم مثلا یه فیل رو مثلا فرض کنیم وزیر دی دو فیل جی 6، بازی به تعادل میرسه تقریبا، رخ اف 8 و تعویض میشه. این چیزی بود که ما حالا فکر میکردیم نپو بازی میکنه، اما نپو اینجا اسب رو میذاره ایدو، نشون میده که میخواد بازی کنه. البته که قبلا بازی شده ولی یه حرکتیه که شاید برای غافلگیری تو این بازی استفاده شده. 3 در دفع اچ 3 میگه فیلتو بردار، میگه چش فیلو برمیداره. حالا 3-4 میگه حالا اینو چیکار میکنی؟ میخوام بزنم توی پیاده دی 5 و اگه میخوام پیاده های جناب وزیرت رو ایزوله کنم، یعنی تک تک بندازم و بعدا توی آخر بازی بتونم ازش استفاده کنم. علیرضا میگه داداش من خودم میزنم، اصلا شما زحمت نکش. ولی حالا دیگه تعویض وزیر نمی کنم. با میران عزیز خیلی راجع به تعویض وزیرها توی لایف صحبت کردیم، حتما اون لایف رو ببینید. نکته اینه که از اینجا به بعد تعویض وزیر برای سیاه خیلی خوب نیست، چون ساختار پیاده بدتری رو توی آخر بازی داره. فیلو نگه میداره، فیل دی 6 فیل ای 3 و رخی 8 میاد توی ستون باز. نپو هم سری رخو میذاره 1 و اینجا صاعقه در آسمان آبی، رعد و برق میزنه. علیرضا فیروزجا قربانی تفاوت میده و حریف رخشو میزنه در فیل، یه حرکت بسیار زیبا و جایی که شما فقط به یه تعادل نیاز داری بیای تعادل دینامیک رو بگیری. ببین این برای مات کردن اینجور چیزا نیست، علیرضا که میدونه نپو با 2 ساعت و 6 دقیقه همه اینا رو تدارک داره ولی میخواد تعادل دینامیک رو بگیره. میدونه که مثلا اگه 3-6 بازی کنه حریف وزیر رو میذاره دی 4 رو خود داره میاد دی 1 بازی سوار میشه، داره اسبو میذاره اف 4 و کلا وضعیت خیلی جالب نیستش. به همین دلیل میاد چیکار میکنه؟ بعد رخ 1 میگه بده من داداش، بده من و حالا وزیری 7 میخوام، وزیری 5 نوبت حرکتم باشه. حالا فرض کن اصلا ایسم نزنم، مثلا وزیر ای 5 بیام، چون اسبت آچمزه بازی رو باختی مات میشی، فرض کنی همچین چیزی، وزیر ای 5 میشینه تو اشتو، پس نمیتونی اینجوری بازی کنی. چیکار میکنه؟ وزیر دی 4 اینجا دپو یه 3 دقیقه فکر کرد داشت به یادآوری میکرد. وزیر دی 4 حرکتی که قطعا تو تدارک داری، تو میای تو خط فیل 3-5، تو خط رخ 8 فیل 3-5 بازی نشد، اینم میتونست بازی بشه، لاین جالبی بود. حالا انجینی همچین لاینی رو میگیره، وزیر جی 3 وزیر اینجا و خلاص ادامه داره، بازی خیلی پیچیده و عجیب غریب میشه. ولی در بازی علیرضا چیکار کرد؟ رخو گذاشت دی 8، حالا فیلش رو حواست و اینجا سفید اسبشو میذاره اف 4، هم از تهدید اینجا دفاع می، حالا دیگه بزنی تو اسب با وزیر میزنه. حالا خیلی از ماها شاید بگیم تفاوتو پس بگیریم، سری بری تفاوتو پس بگیری،
A7 میزنه یه پیاده عقبی. پس نه، چیکار میکنیم؟ اول فیل C5 وزیر تک خونه ای که داره C3، فیل B4 برو عقب، حالا میزنم توی یک. حالا نپو احتمالا این رو در تدارکاتش داشته، به این وضعیت خب فکر کرده فیل سیاد از جریان بازی خارجه، یه پیاده ضعف توی E3 داره، ولی خب سیاه هم دوتا ضعف توی C7 و A7 داره، ولی خب این خیلی قابل حمله تره و میشه بهش روش کار کرد. اینجا علیرضا میره سراغ این که وزیرش رو مرکزی کنه و جای خوبی قرار بده. حرکت بسیار خوبی نبود، یعنی به نظر بهترین حرکت صفحه نمیاد. رخ D7 حرکت خوبیه، غیر از اون حرکت فیل G6 خیلی جالب بود، بزنه یه پیاده قربانی بده و رخو بذاره D2. ولی خب علیرضا گفت اینجا چه مثلا فشار، یه حریف B4 هم بازی میکنه و حالا بیا بازی کن این وضعیت، یعنی خیلی هم راحت نیستش. حالا اینجا ادامه داره، مثلا سیار رخو برمیگرده D7، حالا داره وزیر در B4 میزنه. خلاصه گفت چه نیازی به این کاره، وزیر رو گذاشت E5. نپو میگه حالا چه نیازیه داداش، حالا نیازشو بهت نشون میدم، حالا میخوای چیکار کنیم؟ و یه وضعیت بسیار راحتی رو برای نپو داریم، هر لحظه از سرش پنج احتمال داره بزنه. بازی کردن برای سیاه خیلی راحت نیستش، بهترین حرکت به این نتیجه رسیدیم که H6 تو این وضعیت، ولی خب بازی کردنش هم حتی راحت نیست. نکته اینه که G4 رو نمیتونی بیای، چون فیل G6 میکنم، بزنی وزیر G3 میبازی، نزنی هم که هیچی دیگه، وزیر من هر لحظه میتونم فیلمو بردارم و دیگه شاه H7 بازی کنم مثلا، همه چی اوکی برای سیاه و حالا یا حرکات دیگری. در هر صورت آقای علیرضا فیروزجا اینجا تصمیم میگیره اینجا پیاده رو بده و از فیل G6 رو بازی میکنه، چون میبینه ابتکار عمل زیادی رو نپو داره. این ابتکار عمل زیاد نپو ترسناکه برای علیرضا، مثلا میتونه اینجا به رخ فشتم فکر کنه، ولی خب رخ 3-1 حالا بازی کنه، حالا هی فشار رو وضعیت ده، ولی ابتکار عمل رو از حریف میگیره، یه پیاده میده. چجوری ابتکار عمل رو میگیره؟ حالا سیاه رخش داره میشینه تو D2، حالا وزیر داره میاد، خونه E4 رو داره، شاهش هم امن توسط این پیاده ها، فیل هم خیلی دسترسی نداره، اما نپو حرکت فوق العاده وزیر 3-3 رو بازی میکنه، همه چیز رو دفاع میکنه. حالا دیگه تعویض وزیرها باز به نفع سفیده، چون یه پیاده رونده تو ستون ای داره و فیلش هم دو جناح رو کنترل میکنه. علیرضا بلا نسبت که تعویض کنه، وزیر رو میره G3 و حالا رخ F1 که بسیار سریعی که نپو بازی میکنه با ایده کشوندن وزیر به E1، مهره قوی حریف رو وقتی برتری داری تعویض کن. اینجا جایی بود که علیرضا خیلی فکر کرد، چون میدونست که اگر به سادگی ادامه بده به وضعیت، مثلا فرض کن رخو بذاره D6، ساده هم نیست خیلی، وزیر E1 تعویض کنی باختی، میگم E4 E5 همینجوری میاد بازی رو باختی، فیلم برمیگرده به S3 اوکیه. تعویض نکنی حالا سفید میتونه وزیر F2 هم حتی بازی کنه و وزیرشو به شاهش میرسونه، خونهای سیاه رنگ رو پوشش میده، فیل بعدن برمیگرده به S3. ای سفید خیلی بازی دست بالاتر رو داره، اما ببینید علیرضا چیکار میکنه. از D5 خواهی نپو بیایم پیاده E3 رو بده ما. یه تصمیم سختی نپو باید بگیری اینجا، اینجا نقطه عطف بازیه برای سفید که بزنه برای برد یا چیکار کنه. دو تا تصمیم داره، فیل در D5 و وزیری یک. اگه لایو رو ندیدین به ما بگین کدومش رو بازی میکنه، خیلی تصمیم سختیه. اینجا نپو باید وزیری یک رو میکرد، حرکتی که اگه کارلسن بود بدون شک بازی میکرد. چرا؟ چون میدونست این آخر بازی رو میتونه برای برد بجنگه، این آخر بازی سفید میتونه برای برد بجنگه، سیاه یه پیاده دوبل اینجا داره. درسته آقا 2-1 اینجا 2-2ه، ولی پیاده های سیاه ضعیفن، شاه هر لحظه داره میاد تو افتو، شاه سیاه تو قفس گیر کرده و شاید یکی مثل نپو کارسن میتونست این بازی رو ببره. اما اتفاقی که میفته وزیر یک که بازی میشه، حالا وزیر یک بازی نمیشه و اگه وزیر یک بازی میشه باید دیگه آخر بازی علیرضا رو تست میکرد، شاید چند ساعت ادامه میداد، ولی میزنه تو D5 میگه آقا ما بزنیم و بعدش حرکت میستریس رازآلود شاه H1 رو بازی میکنه، حرکتی که خیلی ما متوجهش نشدیم. شاید زمان رو به سیاه میگه، میگه تو میخوای چیکار کنی؟ من یه پیاده جلو هم میخوام، حالا فعلا یه دونه شاه رو اینجا پارک کنم. دقیق من هیچ وقت نفهمیدم شاه H1 منظورش چی بود توی این وضعیت کلا، شاید حالا از یه تهدیدهای رخ G5 شونه خالی کرده که مثلا وزیر درش سه نخوره یا رخ H5 رخ درش سه نخوره، نمیدونم. خلاصه حالا اگه شما میدونید حتما برای ما بنویسید، لایک هم بزن. راستی نپو شاه میذاره H1 و حالا 3-5 یه فضای بیشتری رو علیرضا میگیره بس، و اینجا بسیار نقطه حساسی هستش. استاد میران خادمی اینجا گفتش مواظب باش که با دمپایی حمله نکنی، وقتی حریفت با ابزارالات جنگی میاد سراغت، شما نری با دمپایی رخ G5 بذاری بشینی به پیاده G2، چون وزیر رو میذاره D2، حالا ستون دی رو از دست میدی و رخت هم اینجا بیکاره میشه. سفید کم کم حالا داره رخ F3 هم میاد، کم کم سفید احتمال داره این بازی رو ببره، ولی میاد چیکار میکنه؟ وزیر D6 از توپخانه قدرتمندش هم استفاده میکنه، ستون دی رو کنترل میکنه. E4 دیگه نپا خسته میشه، دیگه برونیم رخ D2
هر لحظه احتمال داره آدو رو بزنیم، وزیر یه جاهایی وارد بازی بشه، آچار میکنه رخ دیسه، میگه حالا کجا میریم؟ میگه اینجا میرم. میگه حالا چی کار میکنی رخ دیسه؟ میگه اینجا میام. میتونست تعویض وزیر نکنه، اینجا اونجا اینجا نه، ولی تعویض وزیر میکنه و مساوی رو آخر بازی رو هم میگیره، رخ 3-1. حالا شاید اینجا رخ B4 دقیق تر بود، رخ خاصه خودش هم خوبه، ولی یهو خطرناک شد، رخ D1 داره، D6 D7 D8 وزیر میاد، اینو بزنی باختی، مواظب باش این همه زحمتی که کشیدی رو از دست دادی. اما رخ برمیگرده به ایسه که بیاد، اگه D6 کردی رخ بیاد، اگه D7 کردی رخ بیاد. حالا سیاه 1 2 3 میزنه پیاده، هر چقدر پیاده ها تعویض بشن بازی به مساوی نزدیکتر میشه، همونطور که هر چقدر از دقایق بازی بیشتر بگذره به پایان بازی نزدیکتر میشیم، پیاده ها هم تعویض بشن به پایان بازی بیشتر نزدیک میشه. اما علیرضا، حریف علیرضا اینجا شاه G1 میکنه، اون شاه H1 که بازی کرد یه تم توی آخر بازی عقبش انداخت. حالا نپو برمیگرده، ولی خب علیرضا از فرصت استفاده میکنه، از این عامل حواس پرتی استفاده میکنه که رخ سفید رو دور کنه از پیادهش و همین باعث میشه که سیاه پیاده رو بگیره. از اینجا به بعدم نپو سعی کرد تلاش کنه برای بردن، خیلی کارا کرد که یه جورایی علیرضا رو به اشتباه بندازه، چندین بار تکرار حرکت میکرد و بعدش دوباره به مساوی رضایت نمیداد. علیرضا اومد و اینجا نپو اومد این پیاده رو هم گرفت، حالا 2-1 که این ور شاید بتونه رونده چیزی، ولی این حرکت علیرضا خیلی زیبا بود که همه چیز رو خلاصه کرد، چون حالا اگه بزنه که مساوی کامله، چیش میکنه، میره اینجا کیش شاه F6 و باز شاه F6 میزنه میزنه و دیگه بازی اینجا با مساوی خاتمه پیدا میکنه. 80 حرکت نپو بازی کرد، این بازی به 20 دقیقه رسید. اونایی که نپو رو میشناسن میدونن 20 دقیقه برای نپو یا عالم زمانه، مثل بقیه بازیکنان نیست. علیرضا دمش گرم، بازی خوبی رو نجات داد. اما حالا چیو قهرمان شده؟ گرند چس تور رو قهرمان شده. ببینید، مسابقه گرند چس توره و سینگفیلد کاپ یکی از دوره‌های گرند چس توره. مجموع امتیازات علیرضا در گرند چس تور اونقدر زیاد شده که دیگه قهرمان اونجا شده، ولی سینگفیلد کاپ هنوز دوره آخرش مونده. دقت کنیم، علیرضا با بیا پایین دیگه، علیرضا با 5.5 امتیاز صدر جدوله و فابیان با 4.5 امتیاز در تعقیبش. پس اگر فابیان رو دور آخر رو ببره، علیرضا به بازه مساوی میشن و اون زمان تای بریک رو خواهیم داشت، یعنی بازی‌های تکمیلی رو خواهیم داشت. پس سینگفیلد کاپ هنوز جریانش تموم نیستش و دور آخرش هنوز حساسه و خیلی از بازیکنان هم هستن که میخوان سوم بشن توی مسابقات، چون که نفر اول دوم سوم این مسابقات به دوره بعدی سال 2025 مستقیم راه پیدا میکنن و این خب خیلی براشون مهمه که هم جوایز زیادی داره، هم بالاخره براشون مهمه که تو این سری از مسابقات که شاید یکی از معتبرترین مسابقات سال، این قهرمانی جهانه، بعد قهرمانی فیده، همه اینا مسابقات بسیار معتبری هستن. حالا اونجوری هم که ما میبینیم، علیرضا فیروزجا با پراگ بازی داره دور آخر رو، میتونه یه روند روی کرده بسیار سفت و سختی رو در بر بگیره و برای تعادل بازی کنه، ببینه پراگ چی کار میکنه. فابیان با مهره سفید داره، با آنیشگیری احتمالا میزنه برای برد و تلاش خودش رو خواهد کرد، ولی خب بالای 95% فکر میکنم علیرضا قهرمان این مسابقات باشه. اینم از این ویدیو، توی خلال ویدیوها هم من براتون نشون دادم که دوستانی از طریق خود یوتیوب و از طریق ریمیت ما رو حمایت کردن، دمتون گرم، حمایت‌های مالی شما هم بسیار برای ما ارزشمنده. میتونید از طریق خود یوتیوب، از طریق پیپل، از طریق شماره کارت در ایران و یا ریمیت ویدیوهای کانال لذت شطرنج رو حمایت کنید. توضیحاتش رو در پایین ویدیو قرار میدم. از حامیان ما باشید. اگر هم نه، به هر دلیلی که نمیتونید، میتونید با لایک کردن، شیر کردنش با دوستانتون، کامنت گذاشتن و هر راه دیگری که خودتون صلاح میدونید ما رو حمایت کنید. از شطرنج و زندگی لذت ببرید.